چندیست شعر مرا می گوید. من اما بسیار بود که می دانستم خاموشی آغاز سالهای فراموشی است. تأمین آتیه، ارثیه‌ای برای همسر و فرزند. اما فریاد ناگهان می آمد و واژه ها به رقص جنون سرریز می شدند. چندیست درد مرا می گوید، در غربت همیشگی آن که دوست دارد گلهای خانه پدری را وقتی سپیده می آمد همراه با خدا و شیشه های هشتی هم رنگ عشق می شد. آنجا که چشمهای تو شاید در انتظار معجزه‌ای خشکیده روی جاده صبح است، آنجا که مهربانان باری یکان یکان رفتند و ماه کوچه های جوانی با چادری به رنگ پریشانی از شهر ما گریخت. بسیار بود که خاموشی آغاز سالهای فراموشی بود. با زندگی دوباره نشستن و دسته دسته نعمت دنیا را از سفره‌های گسترده در لابلای خالی وجدان بستند. اما آن چشم ها هنوز نمک پاش است و زخم های کهنه تبعیدی. وقتی که روی صبح وطن آن چشم های مانده به در آمیزه ای از آتش و خون را پرتاب کرده بود تا شاهدی نماند از نسل ما که گم شده بود، از نسل ما که گم شده بودیم در حاله مقدس یک اتفاق تاریخی. وقتی که سامری گوساله طلایی قلبش را از قله فریب فرو آورد و انقلاب را یک لقمه کرد. چندیز شعر مرا میگوید و حرفهای من هذیان بیغشی است که میروید بی آنکه ترس بداند. علیرضا نوری‌زاده، سه‌شنبه 17 دسامبر 26 آذر ماه به شما سلام می‌کنم. وزیر بهداشت کابینه آقای حجت الاسلام دکتر حسن روحانی گفتند که وزارتی که مسئول سلامت مردم است خود به شدت بیمار است. رژیم جمهوری ولایت فقیه بیمار است. ولایت فقیه بیمار است. این بیماری است که 34 سال گریبان ایران و ایرانی رو گرفته، ریشه دوانده تو تمام رگ و پیش، و اگر ریشه ندوانده بود، باز برای هزارمین بار میگویم، دوای درد نمیدونم شفنگوس آقا جون و مامان جون رو از امامزاده بیژن نمیگرفت، نمیخواست. ما بیماریم، ما دوچاره یه بیماری بزرگ شدیم، خود فراموشی. دیروز تو برنامه فهمیم سخن عزیز شعری رو گوش میکردم از آقای حاله حالو، چقدر قشنگ میگفت. ملتی که عکس آقا رو تو ماه میبینه باید هم گرفتار بشه. الان وزارت بهداشتش که بیماره هیچ، توتالی بیماره، بیماره همه چیز. شما فکر کنید مردمی بودیم داشتیم میرفتیم تو جاده ترقی، همه چی در حال آزادیمون کم بود، آزادی فحش دادن به شاه نداشتیم، درسته، آزادی این که گریبان مثلا آقای هویدا رو بدجور بگیریم نداشتیم، اما خسرو شاهانی تو طنزش پوستشو میکن و دیگران نیش و نوش هم میزدیم، کتاب فلسطین هم در میآوردیم، احمد شاملو هم الف صبح نازنین ما هم آیدا در آینه رو در می آورد، آیدا و خنجر و خاطره، ابراهیم گلستان نازنین جوی و دیوار و تشنه رو در می آورد، فیلم ابراهیم گلستان ساخته می شد، غفاری فیلمش رو می ساخت، کیمیایی می ساخت، مرجویی می ساخت، بیزایی می ساخت، موسیقیمون هم عالی بود، شجریان رو داشتیم، ناظری و نکم کمک داشتن می مدن،
موسیقی سنتی، موسیقی جدیدمون ابی رو داشتیم، داریوش رو داشتیم، شاهرخ رو داشتیم، ستار نازنین رو داشتیم، همه خانوما، گوگوش، همه چی داشتیم، درسته؟ گفتیم نه، این رژیم وابسته به آمریکاست، این رژیم و استکبار آمریکا، لغت صادر النجف و از قول رفقای که رو به قبله مسکو نماز میخوندن، امپریالیزم جهانخوار، این آقای محمد رضا خان ایشون تابع اونه، وابسته به اونه. و بله اینا که ما همه داریم اینا ظاهر، آقا ظاهر قضیه، چریک بازی خوبه، بریم تو خیابون بزنیم دادستان ارتش رو بکشیم، فرسیو رو بزنیم، مستشار آمریکایی رو بکشیم، معرکه از یک کشور انقلابی برپا کنیم، همه جا انقلاب، با یک لقمه چرب، همچی لقمه چرب بلعید ما رو. مردی که میگفت من با خدا در ارتباطم، روزی که نشست رو، حالا من سر انقلاب شروع میکنم اینا رو براتون جزئیاتش رو میگم که شاهد بودم ببینید چه کرد آقای خمینی و چه کردن توده‌ای ها و این آقایون چریکای چپ و راستی که دنبالش را افتادن. البته اینم بگم این شرافت و چریکای فدای خلق داشتن که همون سومین روز قدرت گرفتن آقا تظاهرات کردن، را افتادن تو خیابون ژاله به طرف ندوله، جلوشون رو گرفتن. باری باری از ملیون چه بگویم که دلم خون است، چه بگویم. و ما همه اونا رو گذاشتیم به دنبال سرابی که یک آدمی که در قرن تسعم از زندگی می کند بیاید و به ما آزادی رو بده، در خونمون رو بزنن شب به شب، برادران پاسدار سهم نفتمون رو تقدیم کنن، برق مجانی، آب مجانی، نفت مجانی، تلفن مجانی، جاش بهمون مرگ مجانی رو دادن که قشنگتر بود، اعدام مجانی، تجاوز مجانی تو کهریزک. آن پدر و پسر این گورستانا رو آباد کردن. آره اون پدر و پسر گورستان مدرنی درست کردن که هر کس تو باغچه خونش جنازه‌شو نکاره. اما آن کس که این گورستان رو پر کرد سید روح الله مصطفوی و جانشینانش بودن. بله کاملا. حالا باید پس بدیم دیگه، وقتی کفران نعمت کردیم. شاه داشت میرفت، مریض بود، چند سال دیگه عمر میکرد، 5 سال 4 سال. بعدم قضیه رو با همون اول انقلاب، مثل همه این انقلاب ها که اولش خیلی زیباست، مال سوریه، مال مصر، همه جا، اول انقلاب حتی اگه دکتر امینی نخست وزیر شده بود، بعد که دیگه به شاپور بختیار رسیدیم چی میخواستیم؟ یه آدمی که عمر رو گذاشته بود در راه مبارزه بر سر آرمانهای ملی میومد، یه انتخابات آزاد برگزار میشد، یه مجلس جاندار داشتیم، بعدم پسر شاه میومد، یه آدم درس خونده تو خارج، دموکرات منش، حالا میبینیم الان دیگه، دیگه همون بساط تکرار نمیشد و یک کشور دموکرات داشتیم، ژاپن خاورمیانه هم شده بودیم. به لطف آقایان حالا میگن آقا در تسلیحات نظامی ما کجا رسیدیم. همین امروز آقای اوباما اعلام کرد برای اینکه کشورهای حاشیه خلیج فارس آزردن از امریکا، دوباره همه نوع اسلحه به اونا میفروشه که بازارش هم از دست نده، نرن سراغ روس‌ها. الان عربستان سعودی، کویت، امارات همه با روس‌ها وارد گفتگو شدن و با چینی‌ها، با فرانسوی‌ها، با انگلیس‌ها که روابط سنتی هم دارن. نتیجه برای ما چه شد؟ 160 میلیارد دلار از پولمون رفت تجهیزات اتمی درست بکنه که دود بشه بره هوا. قذافی همه رو تقدیم کرد، اینا هم باید تقدیم بکنن. نه خیر، ما سانترفیوژ‌ها رو نگر می‌داریم. هر کدوم تو مردین یه سانترفیوژ هم تو قبرش بذاری که اونجا براش اتم تجزیه کنه، اتم غنی بکنه براش. سانترفیوژ‌ها رو برای قبر ابوی ذخیره کردید که چیکار بکنید؟ تولید، بله ما داریم غنی سازی میکنیم. غنی سازی 20% برای چی کردین؟ نیروگاه امیرآباد 20 کیلو میخواست، 300 کیلو برای چی انبار کردین؟ بعدم تمیز و مرتبش از آرژانتین میخریدید مثل دفعه قبل. اگر درست بودید، اگر صداقت داشتید، شفاف بودید،
من همش نگرانم فردا سه تا جای جدید پیدا نشه. بالاخره خوب اسرائیلی هم بفهمن میدن مجاهدین، مجاهدین هم میگن دیگه، خیلی راحت. روزگار غریبیست نازنین. بریم سر ماجرای لوینسون، چون داره قصه ادامه پیدا میکنه. سناتور مکین میاد میگه واقعا سیاهی راست میگه، یاس نمیگه. نگاه کنید یه فیلمی رو، بعد هم یه گزارشی محمد رضا شاهید همکار عزیزم از فرانسه فرستاد. حالا اول اینو ببینید، تصاویر لوینسون هم یادتون باشه اون که ما چند روز قبل پخش کردیم اولین بار. His family has already said the CIA lied to them about Robert Levinson's links to the agency. Now Senator John McCain told CNN the CIA lied to Congress as well. CIA did not tell the truth to the American Congress about Mr. Levinson. If that's true, then you put this on top of things that our intelligence committees didn't know about other activities which have been revealed by Snowden. And also for the United States government. The Levinson family makes an emotional case that those denials led the CIA and FBI to drag their feet on securing his release. CNN's Susan Candiotti spoke with family lawyer David McGee. What they were doing was contrary to policy and rules within the CIA. It was clearly a firing offense. They chose to stonewall it, leave him in Iran, and hopefully save their jobs. That's an accusation Secretary of State John Kerry vehemently denied. To suggest that we've abandoned him or anybody has abandoned him is simply incorrect not helpful. Still, security analysts say he should never have been in Iran, a so-called denied area, since the U.S. government has no presence there in the first place. Given Levinson's background, the notion that you thought you could infiltrate him into a denied area was particularly risky. This is a retired FBI agent. Now, the publication of his CIA links may further endanger other Americans held in Iran and accused of spying, a favorite charge there. Former U.S. Marine Amir Hekmati has been held for 2 years. Representative Dan Kildee has been fighting for his release. They can say what they want, they can do what they want, but if they actually want to be taken seriously as they negotiate this nuclear agreement, there's a lot of skepticism. سلام آقای نوریزاده. گزارشی رو که خدمتتون خواهم گفت در واقع بازتابی است از نشریه نیویورک تایمز به اضافه دانسته هایی رو که نشریه فیگارو اون رو چاپ کرده در مورد رابرت لوینسون که به باب لوینسون مشهور بود. یادتون هست در سال 2007 گفتن که او در جزیره کیش ناپدید شد، اما روایت هایی که از این اتفاقات هست از جمله آنچه که قبلا میدونستیم و آنچه که حالا میدونیم رو عیناً از روزنامه فیگارو خدمتون خواهم گفت. باب لوینسون در واقع سالها برای اطلاعات امریکا کار میکرد، اما به دلیل داشتن 7 فرزند و مخارج دانشگاهی اونها ترجیح داد که به بخش خصوصی بره، اداره کوچکی رو دایر بکنه و به کارهای تحقیقاتی بپردازه. سابقه درخشانی هم داشت در مسائل امور قاچاق در امریکای جنوبی و از جمله ونزوئلا، و برای همین در سال 2006 خانمی به نام لابوونسکی به او مراجعه کرد با ایمیل و تلفن و از او خواست که به خلیج فارس بره و برای مسائل فساد مالی و قاچاق تحقیقاتی انجام بده، و او هم طبیعی بود که بپذیره و به این ترتیب او به خلیج فارس رفت. اما از اونجا که در مورد ایران چیزی نمیدونست، او رو متصل کردن به یک روزنامه نگار کانال تلویزیون ABC که اون خانم روزنامه نگار که از 1980 داوود صلاح الدین قاتل طباطبایی رو میشناخت، داوود صلاح الدین طباطبایی رو ترور کرد و بعد به ایران گریخت در نیویورک در همون سالهای اول 1980. پس لوینسون برای دیدن صلاح الدین به خلیج فارس میره و قرار ملاقاتی میگذارن برای هفته اول ماه مارس سال 2007 که این تحقیقات و گفتگو انجام میگیره. اما خانم لابوونسکی برای لوینسون ایمیلی فرستاد و گفت که به دلایل بودجه مالی این قرار و ملاقات رو انجام نده. اما کنجکاوی، از اونجا که همه چیز آماده بود، لوینسون تصمیم گرفت که به جزیره کیش بره و از اون روز به بعد از 7 مارس هیچ کس از او خبری نداره. بلافاصله جمهوری اسلامی اعلام کرد که هیچ رد پای از او نداره و خبری نداره. امروز هم آقای جواد ظریف وزیر خارجه همین گفته رو تکرار میکنه که ایران از سرنوشت او خبر نداره. اما چه اتفاقاتی در پشت پرده و در ادامه افتاد؟ لوینسون 4 سال بعد یک ایمیل و عکس و فیلمی رو از خودش فرستاد که
پوسترش رو مشاهده میکنید. اما خانواده او خواسته شده بود ازشون که ساکت بمونن و حتی نیویورک تایمز نوشته که 2.5 میلیون دلار به او داده شد، به همسرش در واقع، تا در این باره سکوت کامل داشته باشه. البته خانم لاوینسکی هم که در واقع رابطه اصلی بود در این پرونده، همون روزی ناپدید شدن او رو از کار بیکار کردند. آقای جان کری وزیر خارجه میگوید که ما این پرونده رو فراموش نکردیم و به دنبال آن هستیم، اما اطمینان میده که اونطور که شواهد هم نشون میده او در واقع در حال حاضر برای سرویس های اطلاعاتی امریکا کار نمیکرد، بلکه کار تحقیقاتی بود که تمام FBI و سایر ادارات پلیس بین المللی این امر رو انجام میدن. اما اون چیزی که امروز جالب هست و گفته ها و نظرها رو به این خبر جلب میکنه، جدا از گفته های آقای جواد ظریف به CBS، مسئله است که همین امروز در حالی که روابط ایران و بریتانیا ظاهرا رو به گرم شدن میرفت، جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که فردی رو در کرمان به عنوان جاسوسی این بار برای بریتانیا دستگیر کرده. همه این گفته ها نشون میده که در گفتگوهای بسیار جدی و پیچیده پرونده هسته‌ای فقط یک موضوع به روی میز نرفته. البته این بیشتر نظریه است، اما شواهد هم به این نظریه دوام و قوام میده و این برمیگرده به تفسیر و دانسته‌های خود شما. پاریس، تلویزیون ایران فردا. سپاسگزارم محمد رضا شاهید عزیزم، بسیار گزارش جالبی بود، ممنونم. حالا من یه چیزایی هم باید بهش اضافه کنم. اولا اینکه آقای لوینسون وقتی با این آقای داوود خان تماس گرفت، در واقع این رو میشناخت، یعنی برمیگرده به زمانی که او پلیس بود و در خیابان‌های نیویورک ایشون با این آقا آشنایی پیدا کرد و تماس برقرار شد. حالا شاید اون خانم روزنامه نگار رابط بوده، ولی به هر حال تماس برقرار شد و به دیدن او رفت و اینا با هم ملاقات کردن، دو روز با هم گفتگو میکردن و لوینسون داشت روی پرونده قاچاق ماربرو به ایران تحقیق میکرد و همینطور پولهای نقدی که از ایران به دبی میاد. و این مسئله باعث شد که به هر حال در اون شب قضایی 7 مارس باید بود که اینا با هم شام خوردن و بعد آقای داوود صلاح الدین رفت بیرون قدم بزنه، لوینسون هم کنار هتلش بود که یک ماشین سپاه پاسداران آمد و ایشون رو برد، که تا امروز خبری ازش نیست جز این تصویر دردآلود که آدمو یاد روبنسون کروزوی میندازه تو فیلمایی که دیدیم از این موجود افسانه یا غیر افسانه، نمیدونم. به هر حال داستان یه مقدار واقعیت یه مقدار افسانه. و کنت مونته کریستو که شاهید خب تو فرانسه بوده، داستانش حتما به زبان فرانسه خونده و ریچارد چمبرلین یادم بازی میکرد، بسیار فیلم قشنگی بود. حالا انواع و اقسام بازیگران در این نقش ظاهر شدن. ولی آقای لوینسون گنج پیدا نکرد، ولی رفت اونجا و به دام جمهوری ولایت فقیه افتاد که هر انسانی از دید اونا جاسوسه. آقای اسنودن هم که پیدا شده که همین جوری بهشون اطلاعات میده دیگه، حالا قص و سمین و با هم قاطی شده و هرچی چرندیات و عراجیف در قالب اطلاعات ما داریم مشاهده میکنیم. آرزو میکنم آقای لوینسون به نزد خانوادش برگرده، مثل همه اونایی که در اسارت جمهوری جهل و جور و فساد هستن. حالا یه بدبختی رو تو کرمان گرفتن، میگم کتاب تحقیقاتی داده بیرون طرف راجب مشروطیت و کابینه و غیره، از اول تا آخرش میخونی. یه مقدار مزخرف گفته راجب روحانیت، چه مقام عظیمی داشتن، یادش میده که 17 شهر قفقاز و گنج و شیروان و غیره رو روحانیت به باد داد با اون حکم جهادش، و اینا رو هیچ کدوم نه، نقش آقای کاشانی غیره و غیره. بله این روحانیت عظیم بود، بقیه ایران همه فراماسون بودن و نوکر انگلیس. اینم برداشت و تصور این رژیم است که در کتاب به اصطلاح تحقیقاتی و علمیش وارد میشه. واقعا وای به حال ما با این قوم الظالمینی که بر کشور ما حکومت میکنن. آقای لوینسون الان شده یه معضل. وقتی آقای مککین میگه اگر CIA به ما دروغ گفته باشه، طبیعتا در مسائل دیگری هم دروغ گفته. من گمان نمی کنم لوینسون مأمور CIA بوده، یه پلیس بازنشسته بوده، تو کارهای تحقیقاتی بوده، ماجراجو بوده،
پول خوبی هم که میدادن کار میکرده. احتمال داره وقتی داشتی میرفته دبی یه مأمور CIA هم نسته باید صحبت کرده، خب حالا که اونجا هستی اگه یه وقت چیزی دیدی بر پایه وظیفه هر شهروند آمریکایی به ما خبر بدی یا چشم، ولی مأمور نبوده و برای اونا کار نمیکرد. به هر روی فکر میکنم یه درنگی کوتاهی بکنیم، ترانه گوش بدیم و بازگردیم و در خدمتتون باشیم. با درود دوباره خدمت همه شما عزیزان. بله آیریلیق جدایی. آتش به جان شمع فتد کین بلا نهاد. آقای مجتهد، مجتهد تبریزی پا میشه از نجف میاد. نه آقا جهاد به فتریشا، میگه اگر نری ما علما به خودمون به وظیفمون عمل میکنیم. آیریلیق جدایی رو بدازه، بعد چهار تا نصف آدمم جمع بشن با پول آقای الهام علیوف و تلویزیون مربوطه توی لس آنجلس بخوان آذربایجان از ایران جدا. آذربایجان جنوبی، کره جنوبی، کره شمالی، آذربایجان یکیه. اگر کسی باید زیر سایه ما بیاد اونان، و انشالله زمانی که ولایت فقیه سایه‌شو از سر ملت ایران برداشت و ایران آزادی و امنیت و استقلال و دموکراسی رو تجربه کرد، مطمئن باشید فرزندان جدا شده ایران به آغوش مادر باز میگرد. بزرگترین فرصت تاریخی از ما سلب شد. من خود در فردای استقلال این سرزمین ها به اونجا رفتم و عشق رو به ایران در چشم ها میدیدم، از لب ها میشنودم، در دل ها حس میکردم. به جاش کتاب توضیح المسائل آقای خمینی و دعای شب قبر رو نمیدونم نکیر و منکر فرستادن، اونا گوگوش و ستار رو میخواستن، باری نادرپور رو میخواستن، سیمین بانوی بهبهانی رو میخواستن. اونایی رو که داشتن حضرت فردوسی رو تکریم کردن. مولانا رودکی رو بگذارید مولانا بگویم که چنین باد و چنین است. به هر روی داستان هیئت پارلمانی اروپا سفرش به ایران همینطور داره عین یه دونه گوله برفی هی داره میپیچه و گنده تر میشه. شما وقتی ملتزم به قوانین بین الملل شدید، وقتی پذیرفتید که آدم شدین و اون انقلاب منحوستون داره تبدیل به دولت میشه، در نتیجه باید شرایطی رو بپذیرید. نمیتونید دوستاقبانتون رو بفرستید به استقبال رئیس کمیسیون حقوق بشر، نمیتونید شکنجهگرتون رو لباس تمیز تنش بکنید، ریشش هم کوتاه کنید، بگید ایشون از رحم مادر که بیرون اومده حقوق بشر تو خونش بوده. نمیتونید رو بگید، چون آقای دکتر باقرزاده میاد یقتون رو میگیره، میگه دروغ میگن، خانم عبادی یقتون رو میگیره، دیگران یقتون رو میگیرن، میگه اینو دروغ دارن میگن، دروغشون هم به همینه، نسلین ستوده آبروتون رو میبره. حالا همشون کلافه شدن. چرا هیئت پارلمانی با نسلین ستوده و جعفر پناهی ملاقات کرد؟ به خاطر اینکه شما نسلین ستوده رو به ناحق به زندان انداختید، از دیدن فرزندش محرومش کردید، از دیدن همسرش. جعفر پناهی رو تو مهمونی گرفتید بردید جلوی فوران قابلیت‌ها و هنر یک انسان رو گرفتید. معلومه شما فکر تموم شد، رفتیم تو جنه و پشت پرده ساختیم و تسلیم شدیم، دستا رو بردیم بالا، گفتیم آقا عمامه آقا رو هم تقدیمتون میکنیم، دیگه چی میخواد؟ حیات خلوتمون رو میدیم، اتاق خوابمون رو میدیم، هر جا رو میخواین تقدیم میکنیم. دست و گریبان ما فردی ولمون کن، بذاریم ما هر کاری دلمون میخواد به سر ملت بیاریم. شما چی کار داریم؟ پای مرتب بقیه آدم ایرانی هم داره میره، ما رو بذاریم با یه 10-15 میلیون ما میشیم زندگیمون رو میکنیم. اون وقت هم بدونی اونا که میمونن دیگه اینقدر وضعشون خرابه که دیگه یاد حقوق بشر و آزادی و دموکراسی نمیفتن. ولمون کنین جان پدرتون، ما ولایت اسلام رو داریم، اسلام عزیز، شلاق، زربت، سنگبار، سنگسار، سنگباران، همه اینا رو مجاز کرده. ما اسلام عزیز رو پیاده میکنیم. اسلام عزیز به ما گفته با خانمتون اگه خونه مادر زنتون هم بودید، وقتی به خانمتون اینجوری کردید باید بیاد وظیفش رو انجام بده. اسلام عزیزه، گفته رو شطور تو فولکس واگن هر جا این کار انجام بدید. اسلام عزیز
تمامش مربوط به مسائل الفی شلفی است و قطع گردن و قصاص و از این چیزا. ما میخوایم اسلام عزیز رو پیاده کنیم. 1400 سال انتظار کشیدیم، تملق سلاطین رو گفتیم، یه جایی که زورمون رسید تو سرشون زدیم، جاهایی که زورمون نسید مثل زمان رضا شاه ریش تراشیدیم، عمامه ورداشتیم، رفتیم سوت بلبلی زدیم، وقتی هم که قدرت داشتیم اومدیم وسط. این اسلام عزیز رو به چه حقی پارلمان اروپا میخواد با نسرین ستوده؟ نامحرمن اینا. نسرین ستوده زن شوهرداره، برای چی میخوان باش ملاقات کنن؟ آقای جعفر پناهی رو برای چی؟ تو این هیئت زن هست. آقای جعفر پناهی متأهل به چه مناسبت حق داره باش ملاقات کنه؟ بله، شما با یک مش آدم متظاهر فریبکار سر و کار دارید که از صبح تا شب دروغ میگن، راحت مثل آب خوردن. نگاه کنید فیلمشون رو راجع به هیئت پارلمانی اروپا دوباره ببینید، همون چیزایی که دیروز قرقره کردن دوباره امروز به نوعی دیگری قرقره میکنن. ملاحظه بفرمایید. هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا که از روز جمعه به تهران اومده، در اقدامی مداخله جویانه با دو تن از عوامل مرتبط با فتنه 88 دیدار کرده. در حالی که سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به دیدارهای این هیئت گفته تمامی برنامه‌های این گروه در چارچوب دیپلماسی پارلمانی و با نظر مجلس تنظیم شده، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با برنامه صبح با خبر شبکه خبر تاکید کرد بعد از اینکه هیئت وارد جمهوری اسلامی ایران میشه، برخلاف اون برنامه‌ها و توافقات، ما شنیدیم که با افرادی ملاقات کردن، با افرادی دیدار کردن که این افراد خب سابقه حضور فعال در فتنه 88 داشتن و کسانی هم که در فتنه 88 حضور فعال داشتن مجرم هستن و باید محاکمه بشن، به جرایم اونها رسیدگی بشه. محاکمه شون که کردیم دیگه، محاکمه چی بشن؟ واقعا جالبه ها، آدم یه وقتی نگاه میکنه میبینه که واقعا آقای زاکانی و آقای حسینی و غیره اینا از کجا اومدن این حرفا رو میزنن؟ عوامل فتنه 88 شد فتنه 88، شگفتا اون حماسه تاریخی شد فتنه 88. طبیعی است هر آنچه علیه ولایت جهل و جور و فساد باشه فتنه است. بله، اقتتلوا، بکشین، بکشین، ببندین، پاره کنین، تجاوز کنین، این همه فتنه گر. حضورتون عرض کنم که در رابطه با گم شدن آقای عباس یزدان‌پناه، من نخستین کسی بودم که اومدم در این باب صحبت کردم. تصاویر ایشون رو اینجا دیدیم و بعد از ما بود که بی بی سی و سایر رسانه ها به آن موضوع پرداختن، حتی به خود من مصاحبه متعدد، تایمز لندن، روزنامه امارات غیره کردن. من آینه جهان نما ندارم و علم غیبم ندارم. آنچه را می گفتم مستند به سخنان کسانی بود که در سطوحی بودن که از ابتدا رو بودن ایشون، که باز من خبرش رو دادم، جریانه که بر ایشون در ایران گذشت از اوین تا اشرت آباد، بعد جریانه به قصر رسوندن ایشون، بازگرداندن جسد به امارات، بعدن یه سر و صدای بلند شد که من البته سکوت کردم چون همسر ایشون در فیسبوکش نوشته بود که خبر درست نبوده و ایشون امیدهایی دارن به این که عباس زنده است، که من چقدر آرزو میکردم چنین بود. ولی دیدم که رئیس سازمان اطلاعات بریتانیا چند روز پیش آمدن و متهم کردن دولت انگلیس رو، که دولت انگلیس به نوعی در قتل ایشون دست داره. به چه مناسبت اطلاعاتی رو که از کامپیوتر ایشون گرفته در اختیار دولت جمهوری ولایت فقیه گذاشته؟ که حرف به نظر من بسیار حرف منطقی و درستی بود و واقعا دولت بریتانیا نباید این کارو میکرد و این یک علامت سوال بزرگ است. شما وقتی میدونید که جمهوری اسلامی چه نگاهی به این قضیه داره، اونم زمانی که عباس در ماجرای کرسنت
در دادگاه شهادت داده از روی اسکای. قصه کریستین تو که میدونید براتون گفتم. آقای جعفر یک بیزنسمن عراقی از زمان شاه دنبال این پروژه بود و بعد آمدن با ایران قرارداد بستن، برنامه ریختن که گاز ایران از یک منطقه استخراج بشه و منتقل بشه به امارات و چراغ و خانه های امارات از گاز ایران روشن شود. چقدر به نفع ما بود، چقدر در نظر استراتژیک به نفع ما بود، چه نفوذ ما رو بالا می بود و چه پولی گیره اومد. اول گفتن قیمت گاز پایینه، خب میرفت بالا به مرور، زدن زیرش، چون 75 میلیون دلار دلالای احمدی نژاد از جمله رحیمی و مرحوم کردان که اومده بودن پول میخواستن. آقای جعفر گفت نمیدم. الان در دادگاه لبه بردن 4 تا 6 میلیارد دلار هزینه برای ایران خواهد داشت، در حالی که اگر غیر از این بود قرارداد اجرا شده بود ما تا حالا 10 میلیارد گیرمون اومده. به هر روی حماقت ها و دزدی ها نتیجهش این میشه و در این وسط عباس رو قربانی کردن. حرفای رئیس سابق سازمان اطلاعات بریتانیا خیلی حرفای سنگینیه. لندن باید پاسخ بده، چرا سکوت کرده؟ آیا تجدید رابطه با ایران گفتن؟ گفت آقا 25 میلیارد دلار روابط تجارتی خواهد شد، ارزش جان انسان ها چقدره؟ مگه چقدر عباس یزدانپناه برای اینا ارزش داشته جانش؟ و افسوس، متاسرم برای جوانیش، برای همسری که عاشقانه اونو دوست داشت، فرزندانش، مادرش، خانوادش. ناجوان مردانه بدین گونه. و سکوت آقای مهدی هاشمی که این رفیقش بابت او دو بار زندان رفت، یک بار شکنجه های وحشیانه ای رو تحمل کرد، و این سکوت. نگاه کنیم به یه گزارشی در رابطه با ماجرای کرسنت که چه بود و به کجا خواهد کشید. رئیس کمیته پیگیری قراردادهای نفتی مجلس در گفتگو با برنامه صبح با خبر خواستار عزم وزارت نفت برای رسیدگی به پرونده تخلفات قرارداد کرسنت در دادگاه بین المللی لاهه شد. زاکانی با بیان موفقیت آمیز بودن دو گام گذشته ایران در دیوان بین المللی لاهه نسبت به هر گونه کوتاهی در پیگیری این پرونده هشدار داد و درباره میزان خسارت های این تعلل هم گفت. الان ما داریم دست برمی‌داریم از در واقع اعتراض به حقی که داشتیم و ما به ازاش حداقل از 8 میلیارد تا بالای 35 میلیارد دلار کشور رو ضرر میکنه. برای ما قطع و یقین با توجه به اسنادی که هست که فساد مغرض و عناصرش هم معلومن، یعنی نه اینکه معلوم نباشن، معلومن. به نتیجه مجلس پیگیری خواهد کرد. ایشون صحبت از 25 میلیارد خسارت میکنه، فساد معلوم، عناصرش هم معلوم. چرا پس یقشون رو نمیگیریم؟ واقعا آقای زاکانی هم برای من آدم قابل تأملی است. حرفایی میزنه که بعدا خودش نمیدونه چجوری اینو اجرا بکنه. آقا حرف که فقط نباید زد، باید عملم کرد. در طول 48 ساعت گذشته لبنان شاهد تحولات خونین و تلخی بوده. از یک طرف حزب الله یک ضربه دیگه در منطقه‌ای که منطقه حفاظت شده در بقا، در دره بقا هست، در نزدیکی بعلبک یک انفجار عظیم رو رخ داد، تعدادی تلفات داشته، هنوز نمیدونم، احتمالاً اتومبیل انتحاری بوده. و همینطور در ترابلوس که وضع بدی، در سوریه همینطور. الان تصویری که مشاهده میکنید از شهر حلب، بمباران وحشیانه شهر توسط رژیم سوریه و قتل بسیار زیادی، و از جمله مردم جمهوری اسلامی را الان متهم میکنند، چون در عملیاتی که در اطراف حلب شده حزب الله، اصحاب اهل الحق، داوطلبانی که تحت عنوان تیپ حضرت ابوالفضل یا حضرت عباس اونجا هستند، اینا توش مشارکت داشتند و اینا وحشیانه مردم رو میکشند، درست این همون تروریستای داعش و جبهه نصرت و غیره. یعنی دو طرف سنی و شیعه اینجوری به جان هم افتادن و همدیگر رو تیکه پاره میکنه. خیلی تلخه، خیلی خیلی دردناک. آدم اینا رو نگاه میکنه و میبینه. یک مقاله میخوندم از آقای قسطان شربل، سردبیر روزنامه الحیات، اشاره خیلی جالبی داشت.
اشاره داشت که نگاه کنیم تا چند سال قبل، یعنی حداقل تا زمان ظهور سید روح الله مصطفی ملقب به خمینی، تا اون زمان اصلا دعوای شیعه و سنی معنایی نداشت. تو همین پاکستان خود من رفته بودم، شیعه و سنی قاطی قاطی، با احمدی هم قاطی بودن، هیچ مشکلی نداشتن. در افغانستان که اصلا معنی نداشت، هزاره ها ظلم بهشون میشد، نه به خاطر اینکه شیعه بودن، این درگیری های قومی بود، ولی به هر حال تو کابینه شون وزیر شیعه هم داشتن، محمد ظاهر شاه داشت، وقتی آقای میوندوال صدر اعظم بود آدمایی هم داشتن از اینا، نور احمد خان اعتمادی، اینا بودن کابینه های از همه اقوام و توایف توشون بودن. در لبنان اصلا این حرفا نبود، آدمایی مثل صبری حماده، عادل عسیران، کامل الاسعد، شخصیت هایی بودن اینا. اشراف میگم مثل قوام سلطنه، مثل دکتر مصدق، مثل وسوق الدین حکیم الملک، اینا یه آدمایی بودن در مرحوم علا غیره، اونا هم همچی آدمایی رو داشتن. تو سنی ها تقی الدین صلح شخصیتی بود، صاحب سلام، رشید کرامی، عبدالله الیافی، در میان مسیحیان کامیل شمعون، پیر جمیل، آدم نگاه میکرد، سلیمان فرنجیه، به هر حال درزی ها کمال جنبلا، طلال ارسلان، جاشون رو کیا گرفتن؟ و این جنگ شیعه در عراق که اصلا وجود نداشت. من یادم امجد زهاوی مفتی سنی های عراق، مفتی کل، با مرحوم آقای صدر، سید حسین صدر که نخست وزیر رئیس مجلس اعیانم شد، دوست جونجونی بودن با هم دیگه. در مراسم سلام دربار با هم می رفتن. زمان عبدالکریم قاسم اصلا گفته شد قاسم شیعه بود. وصفی‌تل نخست چیز میگم، وصفی‌تل الان خدمت رو عرض میکنه، وصفی‌تل که نخست وزیر اردن بود که سر ماجرای سپتامبر سیاه فلسطینیا کشتنش در هیلتون قاهره، و یک آدمی که او رو کشت دولا شد و گلوش رو گرفت و از خونش نوشید، به خاطر اون که عامل اون میدود، نه ناجی نخست وزیر عراق بود، و اینا شیعه بودن و اصلا مسئله تو عراق به نام شیعه و سنی وجود نداشت. از برکت ظهور نایب امام زمان در ایران همه این مسائل تو منطقه برقرار شد و امروز هویت ها رو بر مبنای مذهب تعیین میکنه. اون وقت یه پاپ کاتولیک آرژانتینی میاد در دفاع از حقوق بشر، دفاع از عدالت، دفاع از بی خانمان ها حرفایی میزنه که دست راستی های آمریکا، حزب تی پارتی، میگن آقای مارکسیسته، این حرفای مارکسیستی میزنه، و پاپ برمیگرده میگه بله من مارکسیستا رو میشناسم، چه آدمای خوبی توشون بودن، تو کشور خودم اینا رو آشنا بودم باشون، چه آدمای انسان دوست و بشر دوستی بودن. البته اونا مثل حزب توده ما نیستن، مثل اکثریت حزب توده، توده با شرف هم داشتیم، بابک امیر خسروی همیشه با شرف بود، چپ با شرف مهدی خان بابا تهرانی، یک انسانی سوسیالیست واقعی، کاری ندارم، زنده یاد دکتر ثابتیان. بعد بله میگه که من مارکسیست بگم، من برام مسئله نیست، من یک مسئولیتی دارم، وظیفه دارم. وقت ببینید یه پاپ میاد آیین کاتولیکو که سنتی ترین آیینه، هنوز کورتاژ رو نمیدم، سخت جنین و غیره توش حرامه، اما این پاپ و پاپ های نظیر این دین رو متطور میکنن، تحول بهش میدن، دین رو مدرن میکنن. آقا جان قصاص یه چیز حیوانی وحشیگری است، مال حالا نیست، قصاص رو باید برداشت، این دستور خدا نیست، یهودی هم این دستور رو داشتن اما تعدیلش کردن. شما نمیتونی الان بیا آقا ما نخرد کردیم و چهار تا شاهد عادل این قانون رو سنگسار کنید، مثل اون جانورای طالبان در افغانستان. دیروز نوشتون مردی بینی و لبان زنش رو تو افغانستان بریده،
اگر دین به او این قدرت رو نده نمیتونه بکنه، میتونه این کارو بکنه، ولی پاپ میاد دین رو تعدیل میکنه، مسلحان دینی لوتراب غیره میان دین رو تعدیل میکنن. ولی ما چی کار کردیم؟ آقای ناصر ابوالمکارم شکرفروش شیرازی 40 سال پیش تو مجله مکتب اسلام از رنسانس شیعی میگوید. امام موسی صدر آغازگر این کار میشه. مرحوم آقای شریعت مداری میاد تو این کار میفته. کسانی بودن دنبال این کار، یه تطور و تحول ایجاد کنن. اما ابوالارتجاهای حوزه در نجف و در قم نشستن گفتن محال مبادا، هازا حکم الله، حکم خداست، تو هم با خدا در ارتباط بودی، خدا هم بهت گفتی. بعد 1400 سال هم تمام کلمات خدا عیناً همونه که بوده. آیات شیطانی داستانش چیه؟ تحریف هایی که شده داستانش چیه؟ اگر انسان به عقلش مجال مداخله در تبیین و تقدیر و تعیین نده، وقت دچار همین جمود فکری میشه که دست توسل به درگاه امامزاده بیژن و امامزاده قلقلی میاندازه. امامزاده شیرین خانم دچار این مصائب میشه. در هر حال من حرفای پاپو خیلی حرفای زیبایی بود و برای مرد بزرگ 1000 بار احترامم بیشتر شد. آدم انسانهایی رو میبینه، تو همین چند روزه زیاد راجع به ماندلا صحبت کردی، پیکرش آرام گرفت، چه آرامشی، چقدر براش گریستن، چقدر به یاد عظمتش شادمان شدن، لبخند زدن. و ما همچنان دوره میکنیم دیروز را و امروز را، هنوز را. بم میذاریم، آدم میکشیم، انتحاری تربیت میکنیم. خیلی کارهای خوب داریم میکنیم. اسلام عزیزه دیگه، تو برو به خودت بم ببند، وجود منحوس خودتو برو توی کربلا، توی جاده کربلا، یه عده بیچاره اومدن برن زیارت، منفجر کن اونا تیکه تیکه بشن، به انتقام اون اصحاب اهل حق شب را بیفتن با کمک نیروی امنیتی دولت برن خونه 6 تا سنی زن و بچهش رو سر ببرن. اینا میدونی اینا تلخه دیگه، آدم اینا رو یادش بیاد. اما نگاه کنید به تصاویری از ماندلا، ببینید در دلتون چه احساسی ایجاد میکنه. نگاه کنید این ماندلا، وقتی میبینید مراسم بدرقه شو، همه رو نگاه کنید. We are deeply grateful that today we live in a lively democracy. We are deeply grateful that dignity has been restored to all South Africans. We are deeply grateful that the lives of tens of thousands of people have and continue to be improving. بله، ما بسیار قدردانیم که در آفریقای جنوبی دموکراتیک زندگی میکنیم. هاللویا رو میگن، اینقدر مراسم زیبا. حالا الان فکر کنید یکی از این بزرگان اینا به رحمت خدا رفته، حتما باید تو خاک دست و پا بزنی، مش مش خاک تو صورت تو، سرت صورت تو بخراشی، تیکه پاره بکنی خودتو،
برای که ثابت کنی تو غمگینی. آقای خمینی که در گذشته بود فیلم برداری میکردن، یه خانمی رو نشون میداد، تا دوربین رو میدید یه دونه میزد تو صورتش. چرا قشنگ نمیشه عزاداری کرد؟ اینا که اینجا بودن همه عزادار ماندلا بودن، خیلی هاشون عشق میریختن. سرودخانان، اون عنوانی که مولانا جلال الدین میگوید ها، اون عنوانی که میکنه که این حالتی که صوفیه دارن، آدم متصل میشه، احساس میکنه اون رعشه خدایی رو در وجودش حس میکنه. من اینو دیدم تو نمنگان، توی بیدخت، توی ساعت مشیر و سلطنه آقای جذبی وقتی به نماز می ایستاد، مرحوم سال علیشا تو بیدخت، و اینا مشاهده شده. اون لحظه‌ای که آدم خالی از خیش می شود، خالی از خیشتن خیش خود می شود، و وقت می تونی حس کنی. حالا هی برو تو سرت بزن، زنجیر بزن، تیغ به سر بچت بزن، تو عزاداری؟ تو داری فیلم بازی میکنی، تو داری کوپن فردا تو جور میکنی، بعدم با خدا داری معامله میکنی. آقا من اگه آدم کشتم، اگه شکنجه کردم، ببخشی، حالا دیدی برای حسینم خون سرم رو ریختم، مشغول معامله ای، خدا تبدیل میشه به یه معامله گر، دکان معاملات ملکی داری، تو هم داری باش معامله میکنی. خدا جون ما اینجا یه کار بدی کردیم، حالا امشب زنجیر زدیم شما ببخش. مثل اینکه خدا ترازو دستشه، زنجیر تو رو می‌ریزه این تو، گناهات هم می‌ریزه تو، می‌کشه اون، نه مساوی شد. خب نه، تو برو برزخ. دوزخ و برزخ و بهشتت همین جاست. وقتی شب چشمت هم گذاشتی، چهار تا لبخند دیدی، دیدی امروز چهار تا لبخند به لب‌های آوردی، دل آدمی رو شاد کردی، غریبی رو که بی پشت و پناه بوده یاری رسوندی، احترام گذاشتی به استادت، به وطنت عشق ورزیدی، وقت تو بهشتی. ولی شبم رفتی همین جوری با خودت در جدال، فردا این پوله رو میذارم اینجا، بهرش اینقدره، نصف شب میپری تلویزیون میذارم ببینم این ریت برابری ین با دلار چقدر شد. تو جهنم مستربی. اول قدم از عشق سر انداختن است. آدم باید سر رو بده، دل رو بده، اگه میخواد خالص و مطلق، موحد مطلق باشه، اگه میخواد به پروردگاری که عاشق و سازنده، ویرانگر نیست اصلا، قاسم و جبارم اصلا نیست، همه اینا چرند پرنده. یه نفر گناه کرد، قوم لوط رو نابود کرد، همه سنگ شدن. چرا؟ چهار نفر گناه کردن، اونا باید گناه پس بدن. آقا مبادا زنتون رو بی حجاب ببرین بیرون، تو کرمان زلزله میاد. چرا من زنم رو بی حجاب بردم بیرون، چرا کرمان زلزله میاد؟ این چرندیات آخوندا رو باور نکنین، همه اینا حقباز و کلاشن. اون آخوندی که اهل خداست نمیاد بالای منبر بره، در عصر قوم و ظالمین بالای منبر نمیره. ابو حنیفه، تمام این بزرگان دین، مالک غیره، با امویان درگیر شدن، از اهل بیت حمایت کردن، و حالا امروز تو میگی اون سنیه؟ یعنی چی؟ ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان، هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارد.